اینم جمعش کنم. اومدیم اینا رو گفتم اینجا ببینید فانکشن رو در واقع اومدیم بررسی کردیم به چه صورت هستش. اومدم این مواردی هم که اینجا بود رو بررسی کردم و به این صورت هم که میتونم خود فوریش رو آپدیت بکنم رو بررسی کردم. بریم سراغ متد مپ. مپ شما میتونید بیاید چیکار کنید، data.map یه متد هستش که خروجیش از نوع آرایه میتونه برگرده. اینا خودش داره میگه از نوع آرایه من میتونم برگردونم و تو میتونی به صورت ارو بنویسی. دیگه من ارو مینویسم جایی که نیاز باشه به صورت بینام مینویسم. الم و ایندکس اینم دقیقا اینه. حالا مثلا میذارم اسمش آیتم و میام اینجا لاگ میگیرم مقدار الم رو میام اینجا میبینید میگه الم از نات دیفاین الم نمیشتم راست. میام اینجا ببینید دقیق خوند، میایید یه کامه میذارید ایندکسش هم میذارین، ایندکسش هم میخونه و میتونید بیاید اینجا آیتم هم بذارید، کامه بذارید، آیتم هم بخونید. این فوریچ عمل میکنه با یه تفاوت. تفاوتش چیه؟ میتونید اینجا ریترن بکنید الم رو و بریزی توی متغیر جدید. میگم let return چیز result مثلا و میام اینجا برمیگردم میگم که log مقدار result و میام اینجا اینم میگیردش. آیا میشه تغییرات داد تو result مثلا result داد push مقدار تی 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 و log مقدار result و دیپ کپیه. اوکی یکی دیگه از راههایی که راه سوم به آموزش دادم، یکی دیگه از راههایی که میشه، دو تا راه بهت گفتم، یکی array dot from بود، یه دیتا میذاری و مثلا میتونی یه متغیر درست بکنی که برات دیپ کپی درست بکنه، یکی دیگه حالت دیستراکچرینگ بود و یکی دیگه هم الان فهمیدید چی بود؟ مپ. ست را داریم. پس من میتونم بریزمش توی متغیر دیگه به این شکل که داریم. ست راه داریم. ست راهش رو ذهنت هست. هر ستاش هم کاربردی، یعنی برای نوع خودش کاربردی. مشکلی هم ندارن تو پیاده سازی. اینجا هم میتونم بیام تغییرات بدم. مثلا بگم به علاوه مثلا تست الان بیاد اینجا ببین داره تغییرات میده. اینم از این که میتونه تغییرات بگیره. دیگه میتونید بیاید شرط بذارید، میتونید بیاید اینجا مثلا if بذارید، برگرد بگید if جایی که مثلا return میکنه مپ ها، مپ حالت returnی داره برای من، برای اینکه بتونم یه دونه متغیر جدید درست بکنم. یا میشه مثلا برگردم بگم الم جایی که مساوی شده مثلا با تورج برای من ریترن بکنه مقدار تست رو و بقیه هم الس در واقع الس ریترن بکنه الم رو. میام اینجا میبینید عوضش بکنه. اینم به این شکل. آقا میتونم مثل قبلی انجامش بدم، یه let html درست کن خالی ul و اینو اینجا میذارم، میام برمیگردم میگم برای من ریترن کن، ریترن کن میشه یا بنویسم html علاوه مساوی بکتیک الای خب بگیر الم ریترن نکنم اینو آره میشه اصلا بکنم یا نکنم. آقا از این لحاظ اگه خواستید روی دام تاثیر گذار باشه این فوریش میتونه استفاده کنید. let گزینه html و علاوه مساوی داستان ul و یه سوتی دادم اینجا let دو دادم آره و document dot get element by id root dot inner html گزینه html درسته؟ اون تایپ هم نمیدونم چه result آه برش نمیدونم نره حلش کنیم نمیدونم چی. اوکی؟ پس map میتونه
تو یه متغیر جدید برگرد. خروجیش آرایه است، void نیست. مثلا هر که میتونه دیتا برگرد و یه کار دیگه هم میکنه دیگه، دیپ کپی هم. همه اینا رو گفتم، تفاوتش رو اینجا گفتم به چه صورته. میریم سراغ فیلتر.